شهروند افغان از تلفن های موبایل استفاده می کنند. به گفته مقها در وزارت انکشاف شهری در سالهای اخیر در بلند شهر کابل برخلاف های انکشاف شهری شدند. آنان میگویند که این ساختمان ها مشکلات زیادی را برای شهروند ایجاد است. مقاومت کم ساختمان ها و قد ندارند با فرهنگ اقلیم های افس از مشکلاتی است که دامنگیر شده کشور که سروش این موضوع است. در سالهای ساخت با نشاه های مختلف سیمای شهر کابل دیگرگون است. بر میرتماری بلند منزل ها از پیشرفت های شهری کشور باشد. اما می شود که این سامان مشکلات را نیز به همراه دارد. مقام ها در وزارت انکشاف که ساخت این بناها مطابق وزارت انکشاف شهری و شهر نیست. به گفته آنان برای تندودن ساختن سوی وزارت انکشاف شهری هیچ تضمینی بود. اکثر بلندها ما نیست. اساسا باید می بود. طرحی است. وقتی یک ساختمان بلند منزل جور میشه باید او از اولین مرحله آغاز کار از طریق شاروالی ریاست طلا تطبیق مراجعه میکنه که در او چی بسازه. از سیمای شهر دیده می شود که اکثر بلند منزل ها و سالن های عروسی از دیوار های شیشه ای ساخته شدند. آقای رحیم می گوید اعمار ساختمان های شیشه ای مخالف فرهنگ تاریخی شهرسازی در کشور بوده و با اقلیم کشور مطابقتی ندارد. به گفته این مقام ها با اینکه بیشتر ساختمان ها به شکل غیر استاندارد و خودسر بنا شدند، با آن هم به خاطر ساخت ساز های خود در سرمایه داران تطبیق کامل پلان شهرسازی ممکن نیست. اکثرا خودسر هستند، مطابق با نرم نمی سازند و نقشه های رنگارنگ استفاده می کنند، حتی بدون نقشه هم ساختمان می سازند. بعضی این نقشه از کشور هم سایه می آورند، اقلیم کشور ما را سوا نمی کنند. بعد کسانی که کار می کنند تخصصی کار نمی کنند، تیک دارهای هستند. بعد مواد ساختمانی کنترل نمیشه، هر نوع موادی که استفاده کردن. مردم نیز از مقاومت کم این بناها در برابر حوادث و غیر معیاری بودن آنها نگران اند. مردم معتقدند که عدم کنترل دولت بر ساخت سازها از عوامل افزایش ساختمان های غیر استاندارد به شمار میآید. این بلند منزل ها همش خودسرانه و اعتباری ندارن. بگویید هم خدم به شهر ما میکشون. یکی سر بلند چیز که انجینری بیتیو و مقاد کار خواهد با کلش بین میره. با توکی ساخت شوجی کارش شوندان و اما پیشنانی دوام ساختی چنین سمانها نداره و امنیت اتماتی را ناپر باره. هم به یک خواهد داره. از هانی زن کودک معلولا مستشان و گیده با نزدیک شده 14 همه رو که خواست تقویم روز تا دوت بری اردومی هم بیمد. برسانی که از این روز تجلیل میکنند جوان و زوج جوانند. تا روز عاشقان حتما نامان را شنیده اید. تجلیل از روز ولنتاین در میان جوانان افغان نتیجه فضایی است که همکنون در آن نفس می‌کشیم.